با سلام به همه دوستان حاضر در روم و خیلی ممنون از کیومرس عزیز. زور سپاس کرد کیومرس. بحث بسیار جالبی است و من متاسفانه چند دفعه دستم افتاد چون که اینجا اشکال داشتم و اینا، خیلی هم دیر وارد اتاق تونستم بشم. فقط من الان مسئله‌ای که برای من هست و بود این بود که آیا میخواستم بپرسم که آیا این خود مسئله زبان نیست که این بلا رو به سر ما میاره، که ما مفاهیم رو میاریم حاکم میکنیم بر روی واقعیت، یعنی مفاهیم هستن که جای واقعیت ها رو میگیرن و این بلا رو خود زبان هست که به سر ما میاره. اگر ما زبان رو اینقدر بهش اهمیت بدیم، اینقدر توانمند زبان رو جلوه بدیم که به کمک زبان ما میتونیم تمام شناخت و تجربه های خودمونو از تمام اون واقعیت هایی را که دور و بر ما را گرفته به کمک این ابزار بخوایم بیانش بکنیم، یعنی این ما رو در واقع به همین جایی که میبره که در واقع همه ماها میایم چی میشیم، میایم درگیر مفاهیم میشیم و از واقعیت ها ما داریم دور میشیم. این هست که اگر ما اینجوری در نظر بگیریم که زبان ابزاری بوده برای اینکه ما بتونیم روابط بین پدیده ها و رابطه بین خودمون با تمام اون پدیده های واقعی را که وجود دارن خواستیم به کمک زبان بیان کنیم و با اومدیم مفاهیم ساختیم، این مفاهیم در رابطه و با در متن این پدیده ها هستن که معنا پیدا کردن و اینا، ولی بعدها ما اومدیم این مفاهیم رو از این رابطه ها جدا کردیم و اومدیم در یک جای دیگه به جای واقعیت ازش استفاده کردیم. این هست که نه فقط در اونجا، در خیلی از جاهای دیگه در پروسه شناخت وقتی که ما به زبان به یک ابزار آنچنان مهمی نگاه میکنیم، این هست که این بلا به سرمون میاد در پروسه شناخت و این ما مفاهیم رو در واقع به جای واقعیت میایم از مفاهیم استفاده میکنیم و این مفاهیم، من صدا ندارم. من یعنی میخواستم اینو بگم که این زبان هست که این بلا رو در واقع به سر ما میاره. زبان درسته که یک ابزاری هست که بسیار مهم در اختیار ما انسان‌ها که به کمک اون بتونیم شناخت و تجارب خودمونو با همدیگه در واقع بتونیم که روی شناخت و تجارب خودمون با همدیگه دیالوگ کنیم، صحبت کنیم. در این رابطه است که مفاهیمو می‌سازیم و این پروسه شناخت رو به جلو است. اینجوری نیست که کل اون واقعیت رو بتونه توضیح بده. خیلی وقتا خیلی ناتوانمند هست. اینه که ما در پروسه شناخت هر وقت زبان را به عنوان یک ابزار مهمی در نظر بگیریم، همیشه احتمال این وجود داره که این بلا و این خطر ما رو در واقع این بلا به سر ما میاد و این خطر ما رو تهدید میکنه که ما به جای واقعیت ها درگیر مفاهیم میشیم. البته من و نمیدونم تونستم خوب منظورم رو برسونم یا نه، من بعد دوباره وارد بحث میشم و برای من در واقع این هست. من همیشه گفتم زبان ابزاری است که ما را به ناکجاباد داره میبره. من میکو آزاد میکنم. مرسی. درودی گرم دارم خدمت شما عزیزان. امیدوارم که الان صدا خوب باشه. از اون پرواز عزیز خسته نباشین، که مرز ارادت خالص خسته نباشیم با تمام اشکالاتی که در پنتاک بود، ولی خب فعلا میشه گفتش که حد اکثر تلاش خودم رو کردم که در کنار دوستان باشم. خانم ها آقایون خیلی خوش اومدین به اتاق خودتون و امیدوارم که با تمام مشکلات تا اینجای کار از صحبت ها لذت و استفاده کامل رو برده باشین. من رو راست نوبت ها رو نمیدونم، بعد خبری فعلا ندارم، یه خورده درگیر و تاب رفتن اومدن بودم، ولی خب چند دقیقه طول میکشه آپدیت بشم. بگذاریم. اگر تا اونجایی که من دستا رو دارم میبینم، دمو عزیز نوبت ها نه روخه روخه معذرت میخوام، روخ عزیز شما هستین؟ بله
بله بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. سلام مجدد خدمت دوستان و از دوستان عزیز که صحبت کردند و سپاس فراوان از سخنران عزیز کیومرث که این بحث رو پیش کشیدند. هر صورت من باز هم برمیگردم به مطلب اولیه که صحبت کردم، همینطور که دوست قبلی صحبت کرد، مسئله زبان هست. من فکر کنم ما هنوز زبان و اینکه با اتفاقاتی که در اطرافمون میفته رو نتونستیم این زبان رو کامل کنیم. مثالی میزنم، من میگم فرض کنید که میگیم، سوال میکنیم، میگیم وقتی که جهان هستی وجود نداشت چه چیزی وجود داشت؟ برمیگردیم میگیم خب نیستی بود، نیستی بود، یعنی نیستی رو براش هستی قائل میشیم. وقتی میگیم بود، وجود داشت، نیستی وجود داشت وقتی هستی نبود. بنابراین این اشکال درک ما از زندگی هست و هنوز زبان ما کامل نشده و درک ما به نظر من کامل نشده و اینطور که دوستان میدونن بیشتر از 20,000 سال یا 22,000 سال نیست که از درخت پایین اومدیم دوستان عزیز. به هر صورت من فقط خواستم راجع به زبان صحبت بکنم و بگم که زبان انسان هنوز کامل نیست، چرا که هنوز نمیتونیم بگیم که وقتی هستی نبود چه چیزی بود. بگیم نیستی بود، نیستی وجود داشت، پس برای نیستی هم هستی قائل میشیم. سپاسگزارم، امیدوارم که کیومرث عزیز هم به این مسئله بیشتر توجه کنن. سپاسگزارم، وقت دوستان رو بیشتر نمیگیرم. خیلی مایل بودم راجع به سیم گیتار، این تئوری جدید صحبت بکنم و جهان موازی و یا مایه و جامع صحبت بکنم که نسبی هستند از نظر انسان ها، هنوز اینها رو صحبت کنم راجبش. ولی خب امیدوارم که باز هم این اتاق در این مورد صحبتی داشته باشه و بتونیم راجب جامع، مایه یا دیدی که ما داریم راجب جهان هستی بیشتر از این که امروز صحبت کردیم صحبت کنیم. دوستان عزیز مرسی از کسانی که صحبت کردن و دوستانی که صحبت کردن، سپاسگزارم، به خصوص مجددن از کیومرث عزیز. مرسی، نسبت خسته نماشید و متشکر کیومرث جان. خب با این تعریفی که شما ارائه دادید هستی رو انکار کردی. امیدوارم که، یعنی امیدوارم، من اینجوری شنیدم که گفتید چون دارا هراکلی این بحث رو من یه مقدار توی این 10 دقیقه که فرصت دارم توضیح میدم، واقعا فهم خودم رو و درک خودم رو. یک فیلسوفی داریم حتما کیومرث و تمام دوستان میدونیم، تنها فیلسوف دانمارکی هست به اسم سورن کیرکگارد دانمارکی و اون میگفت که من چنان وجودی هستم که هستی از اوست. این رو کیومرث، من فکر میکنم دقیقا همین رو میگه، سورن هم همین رو میگه و به تعریفی یا با درکی یا از زاویه نگاهی وقتی سورن میمیره به عنوان فیلسوف یا وقتی نادر میمیره دیگه جهان هستی هم میمیره. این من توضیح دادم در تعداد خیلی زیادی از مقالات و در این آخرین کتاب خودم هم که این غلط هست، یعنی با مرگ من و با اصلا سورن در کدوم قرن زیسته، در 15 و 16، بعد از اون هم هستی همچنان بر مدار خودش رفته و خواهد رفت و هستی یا یونیورسال واقعا وجود داره. صدا یکه، یعنی میدونم صدا باشه چون این خیلی مهمه و خیلی هم حساسه، این رو نمیشه همینطوری پرید ازش. یعنی ببینید سور میگه
من چنان وجودی هستم که هستی از اوست. اگر دفاع میکنی دوستانی که باور به این فاکت از سون هستن دارن، یعنی هستی بدون مفاهیم. به نوعی میشه گفت، بله دوستمون وارن هم اشاره کرد، اینجاست که مفاهیم یا زبان مشکل ساز میشه، ولی برای درک فنومن ها، برای درک پدیده ها هیچ نیازی به زبان، چه در گفتار و چه در نوشتار نیست. حالا بماند اینکه افلاطون و سقراط و ارسطو به شدت دافع گفتار هستند و ژاک دریدا 2004 مرد، حتما دوستان اطلاع دارن، ژاک دریدا کاملا برعکسش رو ثابت کرد که نوشتار خیلی خیلی قوی تر از گفتار هست. حالا اونجا بحث پدیده حضور هست و اینا کاری نداریم، چون خیلی نه من وقتشو دارم نه حوصله روم جا میگیره که من همه اونا رو توضیح بدم، ولی این جمله جهان و پدیده هایش یا هستی و پدیده هایش درسته. با این برداشت و با این پرداخت میشه گفت این شکلی خدا رو، اونطوری که فهمیدم که مرتضی استوری داد، واژه هستی رو با واژه خدا اونجا مساوی هم گرفته شده. اگه اون شکلی باشه نگاه همونی هست که درست میگه کیومرث، که نگاه نگاهی هست ایدئالیستی و فول متافیزیکی. این رو اگر اینجوری تعریف بشه. ولی برگردیم به واقعیت، ببینیم واقعیت چیه. آیا هستی با ما الان ما تعریف میکنیم، الان مثلا اینجا ساعت 10:57 است، خب هم تایم هم زمان هم مکان همه چی در سر جای خودشه، ماه وجود داره، آسمان و ستاره ها وجود داره، این میکروفون وجود داره، شماها اگزیستانس یا وجود یا هستی دارید، در این روم گوش میدید به بحث. پس هستی ها هستن، حالا تعریفش این ور باشه اون ور باشه، یه جوری از هر طریقی که بگی واقعا هستی ها وجود دارن. و سورن به نظر من شدیداً اشتباه کرده، ولی هلاکری این حرف رو جمله رو که مرس عزیز، من فکر نکنم هیچ کجا در کارهای هراکلیتوس نخوندم، حتی دیوژن هم همچه چیزی رو نگفته که هم عصر خودش بوده. هراکلیتوس خیلی کوتاه من این رو توضیح بدم، تو این ترمی که دارم تز اصلی هراکلیتوس روی فلسفهش خیلی خیلی ساده است و خیلی هم زیباست، خیلی هم قویه و بسیار بسیار امروزه است. درسته بیشتر از 3000 سال پیش بود، ولی خیلی هم امروزی هست. یعنی تز هراکلیتوس چی میگه؟ حالا دقت کنید دوستان، اونجا اون زمان تا شاید قرن 18-19 دنبال فلاسفه و متفکرین دنبال این بودن که پدیده فنا ناپذیر چی هست، اون رو بشناسن، به مردم بشناسن. کانت رفت دنبالش، حتی هایدگر دنبالش رفت و بخشن خیلی خیلی از فلاسفه، مخصوصا فلاسفه یونانی بیشتر دنبال این بودن، دیوژن، هراکلیتوس، خود سقراط، افلاطون، ارسطو. بعدش بعد از اونها 345 سال سکوت فلسفه و بعدش رسید به در جنگ های صلیبی آکویناس، قدیسین، سه تا قدیس داریم اونجا که فقط اونا حق داشتن تو اون زمان فلسفه بخونن. آکویناس هست، توماس آکویناس هست، آنسلم قدیس هست و آگوستینوس، که آگوستینوس 345 سال بعد از ارسطو اومد دنیا. در هر حال دنبال پدیده فناناپذیر بودن و این پدیده فناناپذیر رو انواع فلاسفه اومدن در اون زمان ها گفتن. مثلا یکیشون آناکسیموس هوا رو میگه، هوا پدیده فناناپذیر هست. هراکلیتوس البته به صورت سمبولیک گفت آتش، ولی اصل و اساس فلسفهش اینه که هیچ پدیده فناناپذیر رو نمیشه ثابت کرد. تز اصلی و فلسفه اصلی هراکلیتوس اینه که میگه بین شما حرف A, B و C یا A, B و T رو در نظر بگیرید، A, B, C، این ستا همش در چرخشه. یعنی نمیشه شما باران رو، آب رو، چون بخار میشه، خب اون پدیده ماندگار کدومشونه؟ اینجا میگه میشه ابر بعد دوباره دور میخوره و چرخ میخوره. شما هر زمانی بخواید میتونید بگید در همین مثالی که من گفتم آب، میشه گفت خب آب خداست یا اون پدیده فناناپذیره و ماندگاره و اصلیه و اولیه است، یا پدیده یا پدیدار یا فنومن اولیه است. ولی اینطوری نیست، آب تغییر میکنه و بخار میشه، میشه ابر و باز برمیگرده به زمین. و در تمام پدیده ها نگاش که میکنی، یعنی هراکلیتوس که نگاش میکرد، میدید این تغییر و تحول هست. برای همین اساس کارش رو گذاشت بر مبنای تغییر و تحول، که اتفاقا هگل و بعدها شاگردش کارل مارکس هم دنبال همین رو گرفتن، چیزی خارج از این ارائه ندادن. البته هگل اومد گفت تمام این تز و آنتیتز و سنتز میاد روی روح تأثیر میگذاره، یا روی گیست آلمانی یا همون گوست انگلیسی،
هولی قدس یا همین چیزا، اینا همش مفاهیم ایدئالیستی بود که اومد بیرون و مارکس اومد این رو وارونه کرد و گفت تز و آنتیتز و سنتز درسته ولی نه بر روح، که دقیقاً بر روی ماده تاثیر میگذاره. اینه که مارکس در چند جا، من نوشتم اتفاقا در تلویزیون هم گویا اون مصاحبه که داشتم اشاره کردم بهش که درست تشخیص داده و خودش هم درست میگه، میگه من هگل رو وادار کردم روی سرش بیسته، یعنی وارونش کرده و به دستی کاری نکرده با هگل. نگاه هگل کاملا ایدئالیستی هست، نگاه مارکس کاملا ماتریالیستی هست، واژگون کرده این تز و آنتیتز و سنتز رو، اثراتش رو بر ماده استوار کرد. به هر حال هراکلیتوس میگه نه ای، نه بی و نه سی، هیچ کدوم ماده اولیه نیستن و ثابت نیستن و اینها چرخشی هن و دنبال هم دیگه میدن. بحث رسید به لایبنیتس، اولین فیلسوف آلمانی. دوستان لطف کنید دقت کنید، این یکی دو دقیقه آخرش هم اینو من بگم. لایبنیتس تو مونادولوژی همین بحث رو دنبال میکنه و اون هم اثبات وجود خدا رو میکنه، ولی به نوعی چه شکل خاص خودش. اینجاست که گفتی واران شد و دوست دیگرمون رخ اینجا شد واقعا میگه، چون در مونادولوژی میگه که هر ماده رو، لایبنیتس میگه، اولین فیلسوف آلمانیه، میگه که تمام مواد رو آنچه پدیده هست یا فلمان هست تقسیم بکنید، به آخرین ماده که میرسید که غیر قابل تقسیمه اون موناده، و موناد یعنی روح، چون که بعد نداره، مکان رو اشغال نمیکنه، بنابراین روحی هست. در کتاب مونادولوژی داره اینو توضیح میده و نهایتا میگه که جهان هستی جهان روحی هست. اینو بهش میگن متافیزیک، اینو بهش میگن سفسطه، و اینو بهش میگن ایدئالیست، و اینو بهش میگن افلاطون باوری، که اصلا این شکلی نیست. آخرین تحقیقات فیزیکی نشون داده که تا بی‌نهایت قابل تقسیم هست این مواد، و بعدش هیچ چیزی خارج از ماده وجود نداره. من تو این کتاب آخر خودم که من ازش خبر داره ولی نخونده چون نرسیده است بچه‌ها، بخشن در یه مقالات چیزایی نوشتم، من حتی باورم بر این هست که فکر خودش هم ماده است. چون که دلیل من این هست که بله حتما مرسی، چون که مثل یک نیروگاه برقه، چون که مغز خودش ماده است، از یک پدیده ماده فقط ماده میتونه تراوش پیدا بکنه و بیاد بیرون، بنابراین فکر هم ماده است. بین کنترل تلویزیون و خود تلویزیون دیده نمیشه، چون که ایدئالیست ها و ادیان نوری و غیر نوری میان میگن خب این خدا دیده نمیشه، ولی در صورتی که اونجا یه هلال های چیز وجود داره، هلال های مغناطیسی وجود داره و یه سندر و یه رسیوری وجود داره که تمام اینها از لحاظ ریاضی قابل اثبات هست و قابل شمارش هست، بنابراین چیزی خارج از ماده وجود نداره. ولی کیومرس عزیز، جنبندی بکنم تو این دو دقیقه وقت دارم، شما اگر واقعا جهان هستی رو انکار میکنی، من اون وقت مشکل دارم با این قضیه، چون که جهان هستی بدون من و شما باز ادامه داره، ولی اگر تعریف شما این هست که با ما جهان هستی وجود داره، بله تا الان من هستم ماه و خورشید و اکسیژن و دیوکسید کربن معنا داره و هستی وجود داره و کهکشان ها وجود دارن و اینها وجود دارن، ولی وقتی من بمیرم، من اون اگوی جهان هستی یونیورسال خارج از من، میدونید؟ آخه همین گفتم اول حرفام کیومرس جان. سورن هم باور به این داشت که این جملهش اینه، میگه من چنان وجودی هستم که هستی از اوست، به این معنا که اگه من نباشم هستیم نیست. بله دقیقا این حرف درسته، ولی به نسبت اون شخص درسته، یعنی وقتی سورن مرد برای اون شخص دیگه هستی وجود نداره، چون مغزی نداره که فکر بکنه یا شناخت داشته باشه یا تعریف بکنه، با مشکل زبانی یا بی مشکل زبانی، با نوشتار یا بدون نوشتار، برای اون فرقی نخواهد کرد دیگه. هستی یا جهان هستی یا خود یونیورسال یا همین کامپیوتر من دیگه برای کسی که مرده دیگه معنی نداره، چون نمیتونه ازش درکی داشته باشه. ولی برای آیا غیر از اون چی؟ به نسبت ماها چی؟ به نسبت جانوران دیگه چی؟ آیا واقعا این یونیورسال وجود داره یا نداره؟ منظومه شمسی وجود داره یا نداره؟ من باورم در این هست که وجود داره، با من و بی من. مرسی، متشکر، امیدوارم که رسونده باشم مطلب رو. میکروفون آزاد. خب با سلام به همه دوستان، خسته نباشید. من صدا هست؟ بحث جالبیه، من همیشه به فلسفه علاقمند بودم
ولی نمیتونم مثل بعضی از دوستان بگیم که همه کتاب های فلسفی رو خواندیم یا با همه فیلسوفان جهان رو میشناسیم، نه، ولی تا حدی انگیزه اگزیستانسیالیسم در ما بوده و هست و شاید خیلی از انسان ها هستم که انگیزه هستی کیم، چیم، کجایم، به کجا میرم و این در ما به وجود میاد. راستش خود من حتی بدون این که به کتاب های فلسفی یا متافیزیک مراجعه بکنی، به اطراف خود نگاه میکنی، احساس میکنی که حالا چه در موجود انسان، چه در موجود گیاه یا در موجود حیوان، ببینید یک آغاز و یک پایانی هست و احساس میکنی که مثل چراغ، مثل یک لامپ هست که این لامپ وقتی که دیگه از روشنایی میفته دیگه به کار نمیفته، ولی اون انرژی هست، اون برق هست. وقتی میگیم که هستی وجود داره نداره و حالا بعضی به این انرژی میگن خدا، من نمیدونم اسمش چی هست، نمیدونم اسمش چی هست، حالا بعضی شاید این دلیل هست که نام این خدا گذاشتن، من نمیدونم، ولی من میگم که وقتی لامپ ها چی میشه، خاموش میشه، ولی شما ببینید من لامپ من که خاموش بشه بر هست، ولی دیگه لامپ کار نمی کنه. پس این انرژی کانستانت، کانستانت انرژی هست که موجودی به موجود دیگه، از موجود دیگه ریپلیس میشه، یعنی جایگزین میشه. مرگ بعد از مرگ تولدی هست، ولی ما نمیدونیم این تولد، حالا بخوایم از نظر علمی بررسی کنیم، تناسخ نمیدونم یعنی چی، یعنی بخواد از نظر علمی، از نظر ژنتیکی نمیشه ثابت کرد، ولی این انرژی کانستانت در یونیورس که شما ببینید حتی وقتی که شما یک گیاه یا وقتی گیاهی دانه میده، این دانه خشک میشه، ولی شما این دانه رو 6 سال دیگه، 10 سال دیگه این دانه ها رو کشت میکنی، جوانه بیرون میزنی. منظور من این شاید ساده به نظر بیاد، ولی خیلی ببخشید من تکستا رو ندیدم، اگر لطف کنید باز بزنید. بله، با پوزش. پس هستی یک انرژی کانستانت در یونیورس هست. حالا میگیم که در این هستی قبل از این که این جهان هستی به وجود بیاد، میگیم که بیگ بنگ، ولی ما که ندیدیم، یا علم میگه، آیا علم بوده، دقیق هست، دقیق نیست، من نمیدونم. اما این انرژی کانستانت هست که میگیم هستی، من میرم تولد دیگه به وجود میاد، گیاهی میره، گیاه دیگه به وجود میاد و حالا فرمش ممکنه تا حدی تغییر کنه با زمان. ببینید حتی در آناتومی انسان ها تغییرات که به وجود میاد، آناتومی همه موجودات، حالا حیواناتی که مثلا دایناسور هایی که بودن، چیزهای دیگه، موجود دیگه ای آنها رو جایگزین کرده. پس اینجا یه مسئله constant energy که وجود داره، این مسئله هست که ما میگیم هستی، یعنی ماده باشه نباشه، یعنی من مغز دارم، قلب دارم، اگر مغز من از کار بیفته، قلب با قلبم نمیتونم زندگی کنم و قلبم هم از کار بیفته با مغزم نمیتونم، مثال میخوام بزنیم. اما این constant energy universe چی هست؟
این رو ما زیر سوال میبریم که حالا پدیده ها بهش میگیم موجودات میره میاد جایگزین میشه. به خاطر همین هست من فلسفه مرگ رو فلسفه زندگی میدانم. همیشه اینطور نبوده، امروزه هست. من خودم یکی از عزیزترین افرادم رو از دست دادم دیروز، اما چرا در این پریده ترس قرار نگرفتم؟ چون اینقدر کار کردم روی این هستی که این پریده رو بپذیرم به جای ترس و این انرژی کانستنت رو، کانستنت انرژی، کانستنت رو نمیدونم بدون استاپ این انرژی ادامه داره. این رو خواستم توضیح بدم. ببخشید من اگر خوب نمیتونم اینو به فارسی بگم، ولی در انسان ها این انگیزه هستی اگزیستانسیالیست که هست، ما بسیار همیشه به اطراف خودمون دقیق میشیم، به همه پدیده ها، به حرکت هر موجودی، هر چیزی دقیق میشیم. اینجا هست که خواستم این رو از دیدگاه خودم توضیح بدم، ولی چون من زیاد خوندم ولی خودم بعضی دفعه توجه میکنم به پدیده های فلسفی و چنین برداشتی داره که این انرژی، کانستنت انرژی چی هست، کجا هست. میخواستم تشکر از دوستان و پرواز و لیلای عزیز و آقا عزیز و دوستان که کمی تحمل میکنیم چون من خوب بلد نیستم نوز به فارسی خلاصه کنیم. تشکر از شما. با سلامی دوباره خدمت همه دوستان. از منم خواسته شده که بعد از صحبتم یه موسیقی بذارم اگر دوستمون بابک مشکلی با اون نداشته باشن. نقص همه ماتریالیست های پیشین من جمله فورباخ در این است که برابر ایستاها، اون چیزی که در خارج از ما وجود داره، واقعیت، حسیت صرفا به شکل عین یا موضوع تأمل برداشت شده، نه به مثابه فعالیت حسی بشری یعنی پراکسس، عمل هدفمند پراکسس، نه به صورت ذهنی. بنابراین در تخالف با ماتریالیزم جنبه فعال ذهنی به شکل تجریدی توسط ایدالیزم بنا شد، که این البته فعالیت واقعی و حسی را بدان معنی که آنها فعالیت واقعی حسی را بدان معنی نمی فهمند. این یکیش. دو، این مسئله که آیا حقیقت عینی می تواند به تفکر انسانی نسبت داده شود، یک سؤال نظری نیست بلکه امری است عملی. بشر باید درست بودن یعنی واقعیت و قدرت، دنیوی بودن تفکرش را در عمل ثابت کند. مشاجره بر سر واقعی بودن یا نبودن تفکر اگر از پراکسیس عمل هدفمند منزوی شود مسئله صرفا مکتبی است. ولی تمام دوستان ما سری میرن سر اون آخریه که آقا جان فلاسفه فقط بخوان تعریف کنن دنیا رو، ما بخوام تغییرش بدیم. پس این دوتا مفهومی که الان اینجا مطرح شد، اینا فلسفه نیست، اینا آب و هواست، باد هواست. مفهوم مشخص بحث هستی،
هستی، چه من سیاوش باشم چه نباشم، هست. همونطور که در قسمت اول صحبت هم عرض کردم خدمت دوستان، این هست که مهم نیست که ما انسان رو مرکز جهان بدانیم یا ندانیم، اون چیزی که عمل میکنه خود هستی در مجموعه خودش خارج از وجود انسان، عمل کرده خودش رو داره، چه انسان موجود باشد، چه اگر ما فردا این دوتا دیوونه ها روسیه و آمریکا بیفتن به جون هم دیگه، بمب اتمیشون هم در کنن، همه ما اب این بریم، ها، هنوز هستی کار خودش رو انجام میده. هنوز هستی کار خودش رو انجام میده. یه بحثی که خیلی الان مهم هست، من فکر میکنم کیومرس مگه داره میخواد بره؟ کیو جان شما داری میرید؟ شما هستی یا میخوای بری؟ کیو جان؟ اوکی. بحث بر سر این هست، اگر ما نمیتونیم جهان هستی رو یا هر چیزی که هست، اولا یه چیزی من توی پرانتز بگم هم برای نادر عزیز هم برای شما، چون من فکر میکنم یه مقدار اینجا یا من حداقل بد فهمیدم، هفتا فیلسوف هستن که اینا فیلسوف های ملتی هم هستن، یعنی در جنوب ترکیه فعلی زندگی میکردن، قسمت شرقی به اصطلاح یونان یا اون چیزی که در اون مقطع خاص یونان بود. قبل از تالس هست، بعدش خدمت شما عرض کنم میاد به سری فیلسوف دیگه و بعد به افلاطون و بعدم ارسطو، سقراط، بعدم به اصطلاح اون چیزی گنده هایی که ما میشناسیم و سقراط هست، بعدش هم افلاطون که شاگردش بود، بعد ارسطو هم که شاگرد افلاطون بود و غیره و غیره. اپیکور و اینها همه همزمان های خدمت شما عرض کنم دیونیزوس یا اپیکور، اینها همزمان های افلاطون و ارسطو هستن و هیچ به صلاح همزمان چیز قرار نمیگیرن، چون اینا حدودا یک قرن و خورده قبل از خدمت شما عرض کنم ارسطو و افلاطون بودن و همینطور که خدمتتون عرض کردم چیزی ما ازشون به شکل مشخص نداریم، بلکه چیزهایی که راجع بهشون گفته شده هست تا چه حدم درست هست نمیدونیم، ولی من فکر میکنم حداقل ارسطو و افلاطون مقدار صادق بودن در آوردن کدهایی که از این از اتمیستا آوردن. بعضن اون چیزی که واسه من مهم هست این هست که دوستان روی مسئله ماتریالیست و ایدئالیست و جدا کردن این دوتا انگوش گذاشتن. من یه مفهوم براتون از مارکس میارم و اونو میذارم در اختیار خودتون هر جور که دوست دارید فکر کنید و نظر خودم هم میگم البته، و اون این هست، زمانی که وقتی که میاد مارکس میگه فرق بین موریانه ها و یک بنای بد اینه که موریانه ها نمیدونم اصلا یه چیز عریض و طویلی دارن، دوستان بیشتر بهتر از من میدونن، حتی سد میزنن برای اینکه بتونن به صلاح وقتی که بارون میاد جهت آب از طریق اون چیزای لونه هاشون هم نره و نمیدونم ملکه به صلاح زیر آب قرار نگیره و امثال هم خیلی عریض و طویل هم هست.
میگه فرق اینا موریانه ها و این بنای بد این هست، بنا بده قبل از اینکه یک دیوار رو بسازه یک تصوری از در ذهنش از این دیوار داره که چی کار میخواد بکنه. این از نظر من هیچ نوع ربطی به جدایی ایده و متر نداره. اینو هر دوشون یکی هستن، یعنی ایده و ماده یکیه. اون چیزی که من میفهمم از این مفهومی که مارکس اینجا بیان میکنه که شما نمیتونی ماده داشته باشی بدون ایده در رابطه با انسان و جامعه، بنظریم صحبت میکنی در رابطه با انسان و جامعه، ما نمیتونیم متر داشته باشیم یه جا، ایده داشته باشیم یه جای دیگه. اینها هر دو یکی هستن و اینو باید بهش به اصطلاح ما روش دقت کنیم. بله ما میتونیم یه بخشی رو به شکل استقرایی روش کار کنیم، یه شکلی رو به شکل قیاسی روش کار کنیم، از نظر به اصطلاح درک مشخصی که از واقعیت خارج در هست ها؟ زمانی که شما اون چیزی که درک کردی در عمل قرار میدی، وقتی اینو در عمل قرار میدی، این عمل هست در همین دوتا جمله‌ای که من از تزهای مارکس خوندم دقیقا این عمل مشخص شماست که تعیین میکنه که این چیزی که درک کردید صحیح هست یا غلط هست و این یک چیز دائما در حال شدنه. یعنی ما هر روز ممکنه اون تصویر گذشته‌ای که از یک مسئله مشخص داشته باشیم به خاطر اون درگیری که با عینیت پیدا میکنه غلط بودنش ثابت بشه. برای این ما میان چیکار میکنیم؟ حرکت جدیدی رو، برداشت جدیدی رو روش تکیه میکنیم اینها، یا سعی میکنیم به دست بیاریم. اینها هستش که عمل و نظر رو از هم جدا نمیکنه، بلکه یک چیز مشخص هستن، فقط بیانش هست که مسئله زبان هست رو یه مقدار مشکل میکنه. همینجور که مثلا در فارسی ما عمل فقط یه دونه داریم، در انگلیسی هم همینطوره، در آلمانی ما دو نوع عمل داریم. یه نوع عملی هست که عمل هدفمنده که همون پراکسیسه، یکیش همون پراکتیکه که به اصطلاح همین عمل معمولیه، رفتن تو کوچه قدم زدن. این به اصطلاح درکی بود که من دارم. حالا اون خواست ادمینای گرامی که از ما خواستم که یه موسیقی بذارن، براتون من موسیقی میذارم. اگر ادمین ها مشکل دارن با این مسئله لطف کنن یک عددی بزنن، آگه بذارم پس آکه. قطعی هست به نام در میان دو آب، امیدوارم که یه مدار هم